هوشنگ اسنگری کارشناس مسائل نظامی همراه ما هستند. چطور شکل گرفت نیروی هوایی ایران آقای اسنگری؟ درود بر شما و ملت شجاع ایران. اگر برگردیم به 100 سال پیش، شرایط ایران رو باید در نظر بگیریم. کشوری که بسیار بسیار عقب افتاده است از نظر اقتصادی، از نظر حتی فرهنگی و اجتماعی، و منطقه خاورمیانه هم بسیار عقب افتاده. در اون شرایط بود که رضاخان سردار سپه که وزیر جنگ بود این پیشنهاد رو مطرح کرد و این پروژه رو به اصطلاح به پیش برد، با اعزام تعدادی، ابتدا یک دو نفر و بعد تعداد بیشتری داوطلبان و دانشجویان رو به کشورهای مختلف اروپایی، آلمان، فرانسه، برای یادگیری به پرواز در آوردن هواپیماها. و از اون زمان بود که به تدریج کار شروع شد و با سرعت بسیار بسیار بالایی ادامه پیدا کرد، تا جایی که پیش از این نکبت 57 ایران مهمترین، بزرگترین و قدرتمندترین نیروی هوایی تمامی منطقه غرب آسیا رو در اختیار داشت. و به همین خاطر هست که اگر نیروی هوایی نمی بود و این تاریخچه رو به دنبال نداشت، قطعاً وضعیت جنگ از زمانی که خمینی عراقی ها و اعراب رو تحریک کرد تا زمانی که عراقی ها به ایران حمله کردن، وضعیت جنگ کاملاً میتونست متفاوت باشه و شرایط سرزمینی ایران متغیر. بنابراین طی این مدت کوتاه 70 و چند ساله ایران توانست از هیچ به قدرتی برسه که سازمان ملل از ایران خواست که به عنوان نمونه دخالت بکنه در مسئله کنگو در سال 1963. بعداً تقاضایی رسید از جانب سلطان عمان برای ورود نظامیان ایران، نیروی هوایی ایران، برای شکست چریک‌های کمونیستی هوادار و طرفدار روسیه شوروی اون زمان. و در نتیجه این تاریخچه‌ای که امروز در دست داریم نتیجه کار بسیار بسیار مهمی است که افراد زیادی انجام دادن تا اینکه ایران رو از نظر توان نیروی هوایی به مرحله‌ای برسانند که دیدیم ایران بود بزرگترین قدرت منطقه هم بوده و در اون زمان هیچ کشوری تجاوز نکرد به خاک ایران. آقای اسنگری، الان در حال حاضر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی وضعیت نیروی هوایی رو چطور می‌بینید؟ ببینید، اگر که پرسش خیلی مهمی است، بخاطر اینکه برمیگرده به طبیعت جمهوری اسلامی، با وجود آوردن سپاه پاسداران و بعد توجه عمده‌ای که جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران کرد، منابع بی حد بی مرز مالی رو که در اختیار این سپاه قرار داد، این به تدریج ارتش رو به طور کلی از جمله نیروی هوایی رو به حاشیه راند و سپاه رو به عنوان نیروی عمده ایران مطرح کرد. نه تنها سپاهیان از منابع بی حدی برخوردار هستند، بلکه تمامی کمک‌های نظامی، کمک‌های سیاسی سپاه شد، باعث شد که سپاه به مرحله‌ای برسه که ارتش رو به حاشیه برونه. خیلی متشکرم از شما، هوشنگ اسنگری، کارشناس مسائل نظامی.